آرامش و آسودگی را پیشکش من فرما ای خالق یگانه. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما فرهیختگان. امیدوارم هر جا که هستید اوضاع بر وفق مرادتون باشه و ایام به کام. دوستان گرامی، این کلیپ رو اختصاص دادم به مکانهایی که در اونجا دفینه وجود داره. ما اولین کاری که بایستی درست انجام بدیم این هست که مکان هدف رو به درستی مشخص بکنیم. مشخص کردن مکان هدف میتونه ما رو به موفقیت برسونه. این هدف کجاست؟ ما در این وسعت 1,648,195 کیلومتر مربع این کشور در کدوم قسمت بایستی به دنبال مکان بارگذاری باشیم تا به هدف برسیم؟ خدمتون عرض بشه که اولین مورد نامی بودن مکان هست. مکانهای نامی، مکان شما بایستی نامی باشه. اگر مکانتون نامی نبود در اون مکان به هیچ عنوان وقت نگذارید. چرا؟ چون وقت گذاشتن در مکانهای غیر نامی به جز اتلاف وقت و هزینه و تلف کردن عمرتون عایدی حاصل نخواهد شد. پس تأکید میکنم مکان نامی. کیس بعدی، در مکان نامی کنار منبع آبی. منابع آبی، ما از قدیم شنیدیم میگن که آب آبادانی میاره. هر جا که آب هست آبادانی هست، هر جا که آب هست محیط تمدن هست، هر جا که آب هست جاندار هست، موجود هست، انسان هست. پس در مکانهای نامی، در قسمتی که منبع آبی هست، حالا با توجه به موقعیت کشورمون که به نوعی چهار فصل سال رو داره، کشور ما کوهستانی هست، کویری هست، نیمه کوهستانی هست، جنگلی هست، همه اقلیم رو در این کشورمون داریم. هیچ تفاوتی نمیکنه که اون چشمه باشه، قنات باشه، آبنبار باشه، رودخانه باشه، هر چی، منبع آبی. در کنار منبع آبی، کنار، در مکان نامی به دنبال مکان بارگذاریتون باشه. مورد بعدی دوستان گرامی، تپه های دستی، تپه های نامی، تپه هایی که با دست ساخته شده، تپه هایی که دارای روایت هست، تپه های خاص، تپه هایی با پیشوند یا پسوند شاه، زر، زرین، گنج، گنجینه، خزانه، نه همه خزانه ها، این هایی که روایت داره. من یه لحظه در رو ببندم و سعی می‌کنم. هر کدوم از این تپه ها هیچ فرقی نمی کنه. تپه هایی که دارای روایت باشه، تپه هایی که در عطر خود تپه رو، دوستان گرامی کار به خود تپه نداشته باشید. در مبحث تپه ها ببینید، یک لشکر، یک خدمه، یک حشم اومدن این تپه رو با مهارت و تخصص یک معمار زمان اومدن این رو ساختن و قرار نیست یک نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر بتونن تپه‌ای که یک لشکر، یک خدمه و یک حکمران پشت اون هست رو شما بتونید تخلیه بکنید. کار تپه‌ها کار بسیار زمانبریه، کار غارها کار بسیار زمانبریه. پس اطراف تپه ها به دنبال استارتر باشید. اون استارترهای اطراف تپه با توجه به قدمت،
شما قدمت مکان رو به دست میارید، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، هر کدوم از اینها جهت خاصی داره، هر کدوم از اینها گام های خاصی رو داره، قدم های خاصی رو داره، طبق اون قدم ها و اون طبق اون قدم ها و طبق اون استارتر ها با توجه به موقعیت مکانی میتونید به نوعی در اطراف تپه ها هم تلفن زنگ زد در اطراف تپه ها هم میتونید به نوعی یک موفقیت کوچیکی رو داشته باشید، نه در خود تپه. برخی غارها، دوستان گرامی، برخی غارها که رو به طلوع آفتاب نباشه، بعد از سطح زمین بلندتر باشه، غارش حالت طناب رو باشه، موقعی که وارد غار میشی حتما بایستی با حالت درازکش رفت. وارد اون غارها به دنبال گنج و دفینه نباشید. عرض کردم اون غارها توسط یک حکمران، یک شاه، یک سردار، یک شخص حکومتی اومده در این غار یک سری کارهایی رو انجام داده که تمامی تله های بسیار مرگبار در تپه ها و غارها هستند که تمامی شما دوستان گرامی رو نهی میکنم از کار کردن در تپه ها و غارها. اما بیرون تپه، بیرون غار، شما وقتی غاری رو دارید مطمئنا نزدیک اون غار چشمه ای رو دارید، کنار همون چشمه مطمئنا شک نکنید، بگردید ببینید. ما به تنبلی عادت کردیم. چرا؟ چون عکس فرستادیم، یه نفر اومده برای ما تفسیر کرده، گفته این عکست 6 متر برو به چپ، 2 متر برو به راست، 12 متر برو پایین، هیچی گیرت نمیاد. شما هم رفتی 6 متر به چپ، 2 متر به راست، 12 متر که نه، 22 متر رفتی پایین، هیچی گیرت نیومده. الان به همون عادت کردی، به همون عادت کردیم، لذا تنبل شدیم، نمیخوایم یک مقدار خودمون رو، ذهنمون رو به کار بندازیم. داخل غار نرو، بیرون غار چشمه داری، کنار اون چشمه بگرد دنبال یک سری استاترهای خاص، بگرد دنبال چیزهایی که تقارن محیط رو به هم زده، بگرد کنار اون چشمه دنبال تک سنگ، بگرد دنبال سنگ مکعبی، بگرد دنبال تل کوچیک، بگرد دنبال سنگچین، بگرد دنبال فرونشست. اینها هست که مهمه. مورد بعدی دوستان گرامی، درختان کهنسال هست. درختان کهنسال، ببینید برای من عکس زیاد میفرستن، سوال زیاد میشه در مورد درختان. معمولا درخت توت میفرستن 300 سال 500 سال، درخت چنار میفرستن 500 سال. ببینید درخت، اسلام کی اومده؟ 1400 و اندی سال. شما درختتون بایستی از 1440-50 بایستی بالاتر باشه. عمر درخت شما بایستی بالاتر از 1500 سال باشه. برخی از درخت ها میان پاجست میزنن، به نوعی مجدد خدمتون عرض بشه که رشد میکنن، اما اون مکان بایستی نامی باشه، بایستی دارای روایت باشه. حالا اون روایت ها میتونه اوسنه های محلی باشه، میتونه لالایی باشه، میتونه روایت های نهی کننده باشه که وارد این مکان نشید، اگه وارد این مکان بشید دهنتون کج میشه، میمیرید، جن شما رو میگیره، نمیدونم 7 تا سوار اینجا نمیدونم رفتن تو زمین، 12 نفر اینجا مردن، نمیدونم خون از فلان جا میاد، نمیدونم. هر روایت نهی کننده ای در این خصوص، هر جایی که گفتن نرید شما برید، بگردید دنبال چیزی که تقارن محیط رو برهم زده. مورد بعدی دوستان گرامی، در رابطه با درختان، هر درختی شرایط خاص خودش رو داره. ما درخت های مختلفی داریم. این درخت ها ببینید یک فرمول بیشتر نداره. درخت ها نزورات و پیشکش ها هستن. نزورات و پیشکش ها عمق چندانی رو ندارن. در نزدیکی درخت متاسفانه با توجه به این که شرایط طوری هست که محیط به هم خورده، حالا
در اثر یه سری تعمیرات یا موارد دیگه اون محیط به هم خورده. اگر محیط شما بکر هست، دنبال یک تخت سنگ باش در کنار درخت، دنبال سنگچین باش، دنبال تپه کوچولو باش، دنبال سنگهای بزرگ بزرگ نامتقارنی که کنار هم جمع شده، دنبال سنگی باش که زیرش پایه داره، اطراف و اون رو بایستی با دازینگ بزنید و مطمئنن مکان رو در میارید. خدمتون عرض بشه مورد بعدی قبرستان ها هستند. در اینکه کجا ما گنج پیدا کنیم، یک کیسش قبرستانه. چه قبرستانی؟ قبرستانی که مشرف بر قلعه باشه، قبرستانی مهمه که چی؟ برج داشته باشه. اون برج رو برای چی میذارن؟ برای نگهبانی. برای نگهبانی از چی؟ برای نگهبانی از چغندر که نمیذارن، برای نگهبانی از یک اشیاء بسیار گرانبها. اون برج رو اونجا میذارن، نگهبانان اونجا در ساعتهای مشخصی اونجا پاسداری میدن که چی؟ که اشیاء گرانبهای اون محیط رو بتونن امنیتش رو برقرار بکنن، از دستبرد افراد مسون بمونه با احداث اون برج و افرادی که در اون برج پاسبانی میدن. پس قبرستان هایی که برج دارن، اون برج مخروبه شده، هیچ اشکالی نداره، برو درون همون برج مخروبه، اطراف رو نگاه کن، ببین چه چیزی میبینی، چه چیزی تقارن محیط رو برهم میزنه، چه چیزی نگاهت رو جلب میکنه. جلب کردن نگاه شما میتونه یک تکه سنگ، یک دونه سنگ باشه، میتونه یک تپه کوچولو باشه، میتونه یک فرونشست باشه. همه اینها برمیگرده به دقت خود شما. اگر قرار بر این باشه که ما عکس بفرستیم یکی برای ما تفسیر بکنه، دوست گرامی این کار رو ببوس بذار کنار. اما اگر خودت میخوای باهوش و ذکاوت و دانش و آگاهی و اطلاعات خودت پیش بری، حداقل 4 کلیپ رو ببین، 2 کتاب رو بخون، ببین موضوع چیه. دنبال تفسیر عکس نباش. تفسیر عکس یک توهمه، یک بدبختی بسیار بسیار بزرگیه که گریبانگیر ما ایرانی ها شده. برای چی؟ برای که یک عده افراد معلوم الحال بتونن جیبشون رو پر بکنن. اما مورد بعدی، قلعه ها، اطراف قلعه ها. اطراف قلعه ها دنبال سنگچین باش، دنبال تک سنگ باش. روستاهای خاص، اولیاها، سفلاها، وسطاها، سرخابادها، خسروآبادها، بهشتآبادها، خاتونآبادها، سلطان آبادها، فتح آبادها، نصر آبادها، نصرت آبادها، شمس آبادها، بهشت آبادها، خیر آبادها، امر آبادها، امیر آبادها، اینها هر کدومش فرمول خاص خودش رو داره. وقتی این روستاها رو داری، ببین در اون روستا محیط باستانیت کجاست، برو وارد محیط باستانی بشو، از اون محیط باستانی از بلندی نگاه کن، ببین منبع آبید کجاست، ببین چاهت کجاست، ببین چشمت کجاست، ببین قناتت کجاست. اگر قنات داری مستقیم برو از مظهر قنات، برو قنات شماره 7 اطرافش رو دازینگ بزن. سایر روستاها هر کدوم شرایط خاص خودش رو داره، یکی تپه داره، یکی چشمه داره، یکی درخت داره، یکی پیر داره، یکی بابا داره، یکی بیبی داره، یکی سلطان داره، یکی آقا داره، یکی سید داره، یکی بانو داره. هر کدوم از اینها یک شرایط خاص خودش رو داره که این کلیپ قادر به این نیست که تک تک اینها رو بتونه برای شما واکاوی بکنه. تک تک این روستاها فرمولهاش به صورت بسیار دقیق که انگار من نوعی اونجا اون روستای شما هستم و اون روستا رو دارم به عینه میبینم، فرمولش رو
در داخل کتاب نوشتم میتونی با توجه به اون استارتری که در با نام اون روستا هست، فرزند شما خسروآباد داری، در خسروآباد در پارامتر زیر 750 متری در غروب آفتاب تپه ای رو داری، برو در عکس تپه تا 40 قدمی ببین، از عکس تپه تا 40 قدمی به سمت غروب برو ببین در اون 1 قدم عکس تا 40 قدم چه چیز مشکوکی داری، همونجا بارته. سایر روستاها هم به همین نفع، هر کدومشون فرمول خاص خودش رو داره. پس دوست گرامی یه مقدار وقت بذار، هر چقدر شما در سطح زمین تفکرت بیشتر باشه، تعقلت بیشتر باشه، بررسید بیشتر باشه، به نوعی گشت و گذار در سطح زمین بیشتر باشه، هر چیزی دیدی سوال بکن، خودت از خودت سوال بکن، خودت به خودت پاسخ بده این سنگ چرا اینجاست، این سنگ ها چرا اینجان، این فرو رفتگی چرا اینجاست، این فرو نشست چرا اینجاست، این تل دلیلش چیه اینجاست، برای تک تک مواردی که با چشم میبینی از خودت سوال بکن و خودت جواب بده. مطمئن باش، مطمئن باش که جوابی که خودت میدی اگر هیچی نمیدونی از جواب اونی که عکست رو تفسیر بکنه بهتره. مورد بعدی دوستان گرامی، گنج کجاست؟ کوههای رنگی، خصوصا کوه سیاه، کوههای سیاه، سیاه سنگهای سیاه بسیار مهمن، کوههای سیاه، کوههای سرخ، کوههای سفید بسیار مهمن، سنگهای سرخ مهمه، سیاه مهمه، سیاه سرخ زرد مهمن، کبود مهمه. خدمتون عرض بشه که سنگچین های سطح زمین در مکان های نامی بسیار مهمه، همون سنگچین های بسیار ساده سطح زمین در مکان نامی زیرشون مهمترین کیس ها رو دارن، نفیسترین کیس ها در زیر همون سنگچین های بسیار ساده ای است که شما به راحتی پاخور میکنید و رد میشید. همون سنگچین ها در مکان نامی خصوصا اگر در کنار منبع آبی باشه میتونه گنج بسیار ارزشمندی باشه، اما به راحتی میگذرید. فرونشست ها بسیار مهمن، تختگاه ها بسیار مهمن، شیب های تند بسیار مهمن، پیچ رودخونه ها بسیار مهمه، پیچ دره ها بسیار مهمن، دربند ها بسیار مهمن، محل تلاقی درود بسیار مهمه. دیگه من چی بگم، هر چی که هست در همین هایی که من عرض کردم خدمتتون هست. دنبال گنج در جاهایی که نامی نیست نباشید، دنبال گنج در جایی که جوغنهایی در سطح زمین هست نباشید. ببینید، شما یه چیزی رو در مورد جوغن شنیدید، اما اون چیزی که شنیدید ناقصه، اون شما هر جوغنی رو به بار و دفینه ربط میدید که اصلا اینجوری نیست. 99% جوغنهای ما کاربردی هستند، 99%شون اعتقادی هستند، 1%شون به بار و دفینه ارتباط داره و همه دوستان اون 99% آینی و اعتقادی و کاربردی رو فاکتور گرفتن، فقط چسبیدن به اون 1% و هر جوغنی رو میبینن میگن این مربوط اینجا دیگه بار هست. بارها عرض کردم خدمتتون، نیاکان ما آب، باد، خاک، آتش، این 4 عنصر رو داشتن. شخصی که فوت میکرده آب و باد و خاک
در اونجا بوده، عنصر چهارم آتش نبوده. می اومدن بر روی یک تخت سنگ کاسه ای رو می تراشیدن که ما الان بهش میگیم جوغن، درون اون روغنی می ریختن و آتشی روشن می کردن که بعد نسل به نسل، بطن به بطن، سینه به سینه به ما رسیده که ما شمع روشن کنیم. اون شمع روشن کردن میشه عنصر چهارم، یعنی آتش، آب، باد، خاک و آتش. اون آتش دوستان گرامی برای تکمیل این چهار عنصر، برای تکمیل این چهار عنصر اربعه است. همه جوغنها رو به بار و دفینه ارتباط ندید. جوغنی برای شما مهمه که اگر این صخره باشه در دیواره باشه، رو به بالا نباشه. 1% جوغنها به بار و دفینه ارتباط دارن. وقتتون رو صرف جوغنها نکنید. جوغنها مسائل بسیار بسیار تخصصیه، نیاز به تخصص داره، نیاز به کارشناس جوغن خاص داره، نیاز به کارشناسی کاسه شناسی و محیط شناسی و محیط نگاری داره. هر جوغنی رو به بار شما ارتباط ندید. جوغنی که در دیواره است و در دیواره جوغن رو تراشیدن، شما این سطح صخره جوغن میای پایین، سطح زمین، سطح زمین روبرود رودخونه، ما بین اون صخره و اون رودخونه بسیار مهمه. هر سنگچینی، هر فرو رفتگی، هر برآمدگی میتونه برای شما خیر داشته باشه. بجز این دنبال چیزی دیگه ای نباشید. جوغنها رو فراموش بکنید. شما 1% رو دارید فدای 99% میکنید و وقتتون رو برای 1% دارید هدر میدید، در حالی که میتونید کیس های بهتری رو که در اون منطقه هست دنبال بفرمایید. وقتتون رو نمیگیرم دوستان گرامی. تنها حمایتی که شما میتونید از ما داشته باشید این هست که لایک بفرمایید، سابسکرایب بفرمایید و کانال کالج باستانی که دایره المعارف کلیپ های باستانی در این کانال موجود هست رو میتونید خودتون ببینید، میتونید به دوستانتون معرفی بکنید. حدود 850 تا کلیپ تقدیم شما شده. دوستان گرامی لطف بکنید یه برگردید، یک نغمی به کلیپ های گذشته بندازید. تمامی سوال هایی که میفرمایید کلیپ ها قبلا عنوان شده. اگر شما کلیپ ها رو ببینید تعداد سوالاتتون کمتر میشه. باور بفرمایید من اگر سوالی باشه که برای اون سوال کلیپ نساخته باشم سریعا یادداشت میکنم و فورا کلیپ رو درست میکنم، کلیپ رو میسازم. برای چی؟ برای اینکه سایر دوستان بتونن استفاده بکنن. اما 99.9% سوالات متاسفانه کلیپ هاشون قبلا گذاشته شده و دوستان حال این که کلیپ های گذشته رو ببینن رو ندارن. دوستان عزیز ما همه تنبل شدیم. یه یا خدا بگو، از جات بلند شو و بررسی کن، اطلاعاتت رو ببر بالا، دانشت رو ببر بالا. وقتی اطلاعات و دانشت رو بردی بالا، خودت و هفت نسل تأمین میشه. کار به حرف این و اون نداشته باش. در گروه های مختلف عضو نشو. چرا؟ چون برای یک کیس 10 مورد تعریف میشنوی، 10 تا تفسیر متفاوت میشنوی که هر کدوم از اونها میتونه برای شما یه علامت سوالی باشه و یک انگار که میری به یک 6 راه میرسی، به یک 7 راه میرسی، نمیدونی کدوم راه رو از این 10 تا راه کدوم رو انتخاب بکنی. پس یک کانال رو انتخاب بکن، کتاب رو بخون. خدمتون عرض بشه که بشینید فکر بکنید در رابطه با نام اون مکان، در رابطه با نامهای اون مکان. یک مکان 12 کیلومتر رو بشین روی ورق کاغذ بیار. این 12 کیلومتر نامها رو که نوشتید، بشینید اسامی نامی رو به همدیگه مثل یک خط به هم وصل بکنید، ببینید
به چه شکلی در میاد، روی اون بشینید فکر بکنید، باور بکنید. با ندانستنش اگر شما هیچی نمیدونید همین کار رو انجام بدید، از اون شخصی که برای شما عکس تفسیر میکنه خیلی سرترید. برای چی؟ برای اینکه تفسیر عکس یک شیادی، یک دروغ بسیار بزرگیه. دنبال تفسیر عکس نباشید. ملتمسانه از تک تک شما خوبان ملتمسانه اصرار میکنم دنبال تفسیر عکس نباشید. ممنونم از همه شما. مثل همیشه دعای همیشه امضای خداپایی تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان. رضا ابراهیمی هستم. حق نگهدار.